sympathy. Your grace is born when grace is found, is where you are. تک شما عزیزان. معلمی رو میکنه به شاگرداش، میگه بیسوادی قرن بیستم دیگه این نیست که کسی خواندن و نوشتن بلد نیست، بلکه بیسواد کسانی هستن که نمیتوانند بیاموزن. و خدا رو شکر برای تک تک شما عزیزان، جایگاهی آمدید که فقط توان شما نیست، بلکه روح مقدس خدا، حضور خدا اینجاست. معلم اول بشریت و اون میخواد به شما بیاموزه. آنانی که به ما آموختن، خدا رو شکر برای وجودشون، اما شاید نتوانستن تأثیرات مستقیم روی زندگی ما بذارن، ولی خانه خدا بنا شد تا ما به توسط روح القدس آنچه را که میاموزیم رو توان اجرای به اون آموخته ها نیز داشته باشیم. در یک سمیناری شخص رو به عنوان استاد معرفی میکنن و اعلام میکنن که این شخص برای سلامتی شما اومده تا با شما صحبت کنه. بعد از اینکه سلام علیک میکنه، این شخص اعلام میکنه که سه چیز هست اگر در زندگی رعایت کنید هرگز مریض نخواهید شد. همه گوش میکردن چیه؟ خب برید خودتون تحقیق کنید. خیلی موقع هستش حتی با توضیحات بیشتر از اینها ما توانمون رو نداشتیم که انجام بدیم، اما من و خادمین این کلیسا این خانگی رو داریم که تمام مهمانان مسیح رو که تشریف میارن کلیسا از خداوند بخوایم و تمام سعی و تلاشمون این هست که آنچه که کلام خدا میگه برای داشتن آرامش و امنیت و سلامتی و نیز رستگاری هست به شما عزیزان بدیم. شاعری اعلام میکنه: خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی، محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی. ای دوست الهی در این عالم هستی سرزنده بمانی و سرفکنده نباشی. این آرزوی دل همه خادمین کلیسای پرستان مسیح برای شما هستش. کتاب مقدس به حقایق بیشماری اشاره میکنه. یکی از حقایقی که درباره‌اش صحبت میکنه علت خلقت و اینکه انسان آفریده شده به شباهت او، و به راحتی میتوانیم حدس بزنیم اگر امروز در وجود هر کدوم ما محبتی نهفته هست، علتش این هست که خدا محبت است، مطابق نامه اول یوحنا 4:8. و اگر در من همت به محبت هست که مایل به این هستم دیگران رو محبت کنم، این نیز به خاطر این هست که خداوند میخواد محبت بکنه. مطابق انجیل یوحنا 3:16 که اعلام میکنه که خدا آنقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسرش هم داد، فقط حرفی نبود، یگانه پسرش هم داد تا هر کس ایمان بیاورد هلاک نشه بلکه حیات جاوید رو یابد. و اگر من تعلیمگیر هستم و تعلیم دهنده هستم، در اصل علتش این هستش که تشویق خداوند با من و شما هست. تشویق خداوند در کلامش هست، مطابق مزامیر، مطابق تمام 66 کتاب و مطابق انجیل مرقس 12:28 الی 34 که صحبت از محبت چهارگانه میکنه. خیلی در این رابطه صحبت کردیم. اعلام میکنه که هر چقدر خودتو دوست داشته باش، خدا رو دوست داشته باش و همون مقدار همسایه‌تو دوست داشته باش. در کتاب تثنیه اگر اشتباه نکنم باب 6 هم اشاره میکنه. در اصل صحبت از یک محبت چهارگانه میکنه: خودم، بشنوم، خانواده، قلب و خدا. و این محبت چهارگانه بارها اعلام کردیم به هیچ وجه اول دوم نداره، بستگی داره تا کجا من حکمت و هدایت میشم که خدا رو محبت کنم، مانند شما عزیزان که الان اینجا هستید و میخواید خدا رو محبت کنید، مانند من که خدمت همین هستش. زمانی که من و شما خدا رو محبت میکنیم، از محبت خدا پر میشیم
ما میاموزیم چگونه دیگران رو محبت کنیم. پس وقتی که من خدا رو محبت میکنم، همه رو دارم محبت میکنم، خانواده رو محبت میکنم، خودم رو دارم محبت میکنم. و شما زمانی که خودت رو محبت میکنی، این خودی که مطابق نامه اول قرنتیان 3:16 و 6:19 اعلام میکنه که بدن ما پیکر خداست، پس تو خدا رو داری محبت میکنی و چون از اون استفاده میکنی دیگران رو محبت میکنی. و تو که خانوادت رو محبت میکنی و تو که خلق خدا رو محبت میکنی، کلام خداوند اعلام میکنه چگونه باور کنم من ندیده رو محبت میکنی در جایی که آنانی که میبینید رو محبت نمیکنید. پس من هر کسی رو محبت میکنم، خدا رو محبت میکنم. از این رو هست اول و دوم نداره و این حقیقتی هستش که خداوند مطابق فیضش به ما داده. شاعری اعلام میکنه زندگی باقی است که با عشق باقی است، چون ما از دستان پر محبت خدا این محبت رو گرفتیم و یعنی این محبت نیز قدم برمی‌داریم. درست از صفت و ویژگی خوب خدا، نیک خدا هست که درون من مانند یک دانه کاشته شده، این دانه رشد کرده و وقتی مسیح ایمان می‌آوریم به توسط روح القدس آبیاری میشه و شکل من این شکلی خواهد شد که خدا در انتظار اون بوده و خدا در نظر داشته و در وجود من گویا وجود دیگری نهفته خواهد بود غیر از آنچه که به عنوان یک شکل فیزیکی ما امروز شاهد بر اون هستیم که چشمان و گوشهای ما در پی محبت نمودن و محبت شدن میباشد که همان اشتیاقی هست که در ما ایجاد میشه و یا اون کششی که در ما هست و دهان و سخن ما تفکر و اندیشه من هست از این به بعد نسبت به محبت کردن و دست و پای جسم اون درونی من همت و تلاشی هست که من نسبت به اون محبت دارم. از این رو هست داوود پادشاه در مزمور 19 آیه 14 اعلام میکنه سخنان زبانم و تفکر دلم، دلم کجاست؟ در وجودم، افکارم، احساسم، سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشه ای خدای محبت که مرا با محبت آفریدی که در این قدم رو بتونم قدم بردارم و هر زمانی که این رد پای ذات خدایی که در من قرار داره صدا و تصویری برخلاف پیام عشق رو بشنود یا ببیند گریان و ناامید خواهد شد که معنای اون همون غم و افسردگی هست که وجود ما رو میگیره. حس خوبی دیگه نداریم و زمانی که صدای درونی محبت من به هر نوعی خفه میشه و خفه میکنن و مجال دلسوزی و ذوق عشق ورزی را به اون نمیدن دل من و شما شکسته خواهد شد و رنج میگیره. نویسنده اعلام میکنه هیچ شکنجه ای سختر از این نیست که آدمی نه عشق بورزد و نه عشق نثار او شود. پس لازم داریم که با آنچه که خدا به ما داده به عنوان عشق درونی و محبت و ذات خودش زندگی کنی و هرگاه که دست و پای این محبت درون ما میشکنه نه میتوانیم دیگه دیگران رو محبت کنیم و نه مجال این رو به ما میدن که از طرف دیگران محبت بشیم. متاسفانه عکس العمل ما اون خشم ما خواهد بود چون از ماهیت و هویت اصلی خودمون نیز دور شدیم و این پیکر درون ما همان احساسی هستش که ما عنوان میکنیم، حسی هستش که داریم و به اون نیز میگیم احساس. شاعر نیز اعلام میکنه آنان که عشق را میفهمند عذاب میکشند و آنان که عشق را نمیفهمند عذاب میدهند، چون بدون عشق و بدور از عشق، عشقی که خدا به ما داده، اگر بخوایم زندگی کنیم آسیب خواهیم دید. و همه انسان‌ها چون دارای احساس یعنی همون پیکر درون می باشند به تجربات فراوان دلشکستگی رو احساس کردیم.
احساس زخمی رو نیز ما تجربه کردیم و چه احساس با رضایت درون که به ما خوشی و شادی میده و چه احساسی که باعث رنج ما میشه، این رو بدونیم که عزیزان این فقط مختص به ما هست. هیچ کس نمیتونه اون احساس شما رو کاملا درک کنه، هیچ کس، بلکه خود ما هستیم نسبت به شادیمون اون تجربهمون اون رو میدونیم. حتما افرادی هستن به عنوان والدین، به عنوان فرزندان، به عنوان دوستان، به عنوان شبان کلیسا به شما میخواد کمک کنه، یا کسی که میری پیشش برای تراپی سخنان شما رو گوش میکنه، ولی بدون درد و رنج شما رو فقط خود شما خوب حس میکنید و همچنین شادی رو خود شما حس خواهید کرد. هرگز که اون شخص که در برابر شما هست نمیتواند اون احساس رو داشته باشه. در کتاب امثال 14:10 میخونیم، اعلام میکنه تنها دل خود شخص است که تلخی جان او را احساس میکند و در شادی او نیز کسی جز خودش نمیتواند سهیم شود. پس بنابراین ما به هیچ وجه نمیتونیم توی جایگاهی قرار بگیریم که بگیم ما فلانی رو کاملا میفهمیم. اینو هرگز نگید، من کاملا تو رو حس میکنم. حتی بچه تو نمیتونی بگی، پدر مادر تو نمیتونی بگی. درسته که خیلی به هم نزدیک هست حتی نظر احساساتی، ولی به هیچ وجه نمیتونی اونو کاملا حس کنی. خواهیم رسید چرا اینقدر تکیه بر این میکنن. شاعری اعلام میکنه بغضی که مانده در دل من وا نمیشود، حتی برای گریه مهیا نمیشود. از من مخواه تا غزلی دست و پا کنم، احساس من درون غزل جا نمیشود. وقتی کسی با تمام درد و رنجش این گونه میگه، پس فقط شما میشنوید این مصیبت رو، نمیتوانید بگید که من کاملا درک میکنم اون حسی که تو داری، برای چه این گونه نیستش. مزمور 137 اگر به یاد داشته باشید، نویسنده صحبت از این میکنه، قوم اسرائیل صحبت از این میکنه که ما رو به تبعید بردن، اینک من غریب هستم و در این قربت هستم. حالا به ما دارن میگن بنواز، حالا دارن به ما میگن بخون، اما من چگونه در تبعید بخونم؟ امروز هم وطن عزیز من، ما چگونه دور از وطنمون با این همه درد و رنج میتونیم امنیت و آرامش رو فقط برای خودمون داشته باشیم؟ از این رو هستش که خداوند میخواد محبتی که به من و تو داده سهمش مال خلق خداست. باید برای ایران بیاندیشیم، باید برای مردم ایران بیاندیشیم، چرا که مثل گذشته ما نیستیم که فقط بخوایم زندگی مقابل خودمون رو ببینیم. هرچند انسان‌هایی هستن که خدا رو باور ندارن، اما به فکر خلقشون هستن. چقدر بیشتر امروز من و شما، و این نمیتونه برای ما یک مارک سیاسی باشه، هرگز. عشق یکی از خدا گرفته شده. نسبت به خودم بشنوم و خدا، هرگز این مارک ها رو اجازه ندید به شما زده بشه. ما فرزند خدا هستیم، خیلی بالاتر از افراد سیاسی باید دلسوز به مردم جهان باشیم، نه فقط مردمی که یک قسمتی از جهان هستن به عنوان کسایی که میتونن هموطنان ما باشن. همون گونه که یک خبر خوش، یک تشریف، یک احترام، یک شوخی سالم، یک محبت به موقع، یک دلجویی، یک اجابت برای یک نفر که نیازی به شما داره، یک سخن شیرین میتونه باعث این بشه که مخاطب شما لذت ببره و از لذت اون شما نیز لذت ببرید، و یا برعکس یه شوخی بد، یه بی احترامی، یه عدم توجه و عدم درک باعث آزار دیگران خواهد شد. ما میباید نسبت مسیر محبت هامون درک درست داشته باشیم نسبت به احساسی که درون افراد هست. مزمور 55:12-14 رو براتون می‌خونم.
داوود پادشاه دل آزرده بود و دل آزردگی اون نسبت به دشمنش نبود. داوود پادشاه دل آزرده بود نسبت به فرزند خودش ابوشالوم، نسبت به رهبرانی که کنارش بودن، فرمانده هایی که کنارش بودن و دل اون رو شکونده بودن. و این گونه اعلام میکنه: این دشمن من نیست که به من توهین میکنن، وگرنه تحمل میکردم. این دوستی هستش که بر من برخواسته و الا خود را از او پنهان میکردم. این تو هستی ای دوست صمیمی و همکار من. ما با یکدیگر رفاقت صادقانه داشتیم، با یکدیگر درد و دل میکردیم و با هم به رستوران، به کافه، به پاک، با هم به خانه خدا میرفتیم. داوود پادشاه داره صحبت از دوستی میکنه که اونم ایماندار بوده و به خانه خدا با هم میرفتن، عبادت میکردن، پرستش میکردن. اما چه بلایی به سر او در آوردن که این گونه با مصیبت باید این مزامیر رو بخونه. و این تجربه این هستش که همه ما شاید در گوشه ای باعث دلسوزی ما شده، باعث آزار ما شده. باز شاعر میگه: وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم، پیدایش که کردیم دنبال عیب‌هاش میگردیم، از دستش که دادیم در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم. البته این مال ما ایرانی نیست، این مال خود همینا بوده گفتن، ولی من چه دوست تحضیل فارسی کردم. یادم هست زمانی که اون 15-16 سال پیش ایران، از ایران اومدیم، توی فروشگاه یه دفعه یکی از این هنرمندای عزیز ایرانی رو دیدیم و به ذوق اومدم و رفتم کنارش به سرمانه کردم و گفتم چرا خوب شد اون قصه قربت به ما یه کمکی کرد که حداقل ما بتونیم هنرمندامون رو به این راحتی ببینیم و این چه برکتیه. گفت شما نبودید اول انقلاب وقتی که ما اومدیم اینجا چقدر برکت بود، ما دنبال ایرانی ها میگشتیم، ایرانی اینجا وجود نداشت. و چقدر خوبه که قدر همدیگر رو بدونیم، حتی این مجموعه قدر همدیگر رو بدونیم. هوشیار میشیم. مگر داوود پادشاه اون کلام رو اعلام میکنه، این روز برای من و تو هم صدق میکنه. گذشته از خانواده، گذشته از فامیل، عزیزان، خدا افتخار داده به همه ما. این فیض خداست که یک کلیسا، در یک کلیسایی ما بتونیم این تعداد کنار هم باشیم و قبل همدیگر رو خوب بدونیم، باعث آزار هم نشیم. همه ما به خاطر مسیح میاییم اینجا. آمین. خواهش میکنم فقط به خاطر مسیح بیاید. خواهش حتما پرستش اینجا عالی هست، خدا رو شکر برای روحه و گروه پرستش. حتما کلامی که من میگم سعی میکنم کلام قابل درک باشه، اما خواهش میکنم به خاطر من که انسان نهید در نام مسیح، فقط به خاطر مسیح. ولی وقتی به خاطر مسیح اومدید، خواهش میکنم به خاطر مسیح صبور باشید، به خاطر مسیح محبت کنید، به خاطر مسیح خدمت کنید، چون مسیح به خاطر همه ما رو بسنید. آمین. گاهی ما میشنویم عزیزی میاد میگه من نمیام کلیسا، میگم چرا؟ میگه به خاطر اون، اون میگه به خاطر اون. کلیسایی که خدا بنا میکنه و همسرانشون رو تو کلیسا انتخاب کردن، کارشون رو انتخاب کردن، اقامتشون رو گرفتن و همه این کارها و همه این محبت ها، سلامتیشون رو گرفتن، همه اینها رو مسیح انجام داده، همه شو مسیح انجام داده. ما نهایت کاری که کردیم، کلامی رو برای شما عزیزان گفتیم، نهایت کاری که کردیم فقط دعا کردیم، همین. اما اون دعا هم خداوند اجابت کرده. و حیفه که ما توی کلیسایی بگیم به خاطر این و من به خاطر اون کلیسا نمیام. این نشون میده که من هنوز گویا مسیح رو نشنیدم. و گاهی این خود آدمی هستش که دلیل زخمای خودش هست، دلیل احساسات زخمی خودش هست، با ایجاد گناهی که متاسفانه دور از ذات خدا هستش. در مزمور 25:18 میخونیم که اعلام میکنه نویسنده:
خداوندا به من توجه نموده و بر من رحمت فرما، زیرا تنها و درمانده شدم. چرا؟ می نویسنده از چه چیزی درمانده شده؟ میگه مرا از نگرانی هایم آزاد کن و از مشکلاتم برهان. کدوم مشکلات داره این نویسنده اینقدر بزرگه؟ به غم‌ها و دردهایم توجه فرما. واو، پس باید این درد و این غم خیلی بزرگ باشه. و بعد ادامه میده و گناهانم را ببخش، چون گناه باعث سرزنش میشه. هر کسی که گناه میکنه، هر کسی که اشتباه میکنه، تا مادامی که این بار گناه بر دوش او هست، دلیل سرزنشش خواهد، دلیل حقارتش خواهد. مسیح اومد تا ما را از آنچه را که عنوان سرزنش و بار گناه هست آزاد. آمین. و این کار رو کردش. بزرگترین برکتی که امروز ما از انجیل مسیح میگیریم و با ایمانمون این هست که ما بیگناه هستیم و ما دیگه گناهکار نیستیم و این فیض خداست. از این رو تشویقتون میکنم عزیزانی که هنوز قلبتون به مسیح ندادید، بعد از عرایض من لطفا بیاید جلو براتون دعای نجات بخونم. آمین. چون بدتر از اون چیزایی که توی زندگیتون فکر میکنید میتونه باشه، بیکاری، بیپولی، مریضی، بار گناه هستش که باعث درد و عذاب احساسات ما خواهد شد. باز در مزامیر 107 میخوانیم که اعلام میکنه بعضی به خاطر روش گناه آلود خود رنج میکشن و به سبب شرارت های خیش در عذاب هست. جسمشون سالمه ولی نمیدونن این رنج، این عذاب از کجا میاد، این بار احساس خستگی از کجا میاد، غافل از این که یک پوزش نخسته در حضور خداوند. آگوستین اعلام میکنه اعتراف به کردار بد آغاز کردار خوب هستش. موضوع دیگه که باعث زخمی شدن احساسات ما میشه ناراستی و بی‌انصافی و بی‌عدالتی هست که باعث احساسات تلخ ما میشه. گاندی اعلام میکنه راستی نخستین چیزی هست که انسان باید به جستجوی او بپردازد. و امثال 15:6 اعلام میکنه خانه شخص صادق از ثروت پر است، کسی که در راستی بوده، اما دست رنج مردم بدکار برای آنها تلخکامی به بار می آورد. کسی که در راستی نیستش، کسی که نمیخواد در اون صداقت قرار بگیره برای نیازهای زندگیش. و موضوع بعدی زندگی که اهدافش و هدفهاش و آرمانهاش فقط زمینیه، چیز بدی نیست، هرگز چیز بدی نیست، اما فقط زمینیه، یعنی هدف و آرمان آسمانی نداره، یعنی درک درست نسبت به انجیل متا 28:19 نداره که اعلام میکنه بروید و ملتها را بشارت بدید. درک درست نسبت به بشارت دادن نداره. عزیزان میدونیم ما فرزندان آسمان هستیم؟ آمین. ما فرزندان زمین نیستیم. بر ابراهام که هفته گذشته به قولی خودش میگه رفتم خونه بعدی و جسمش بر روی زمین خوابید، حدود 100 سال 99 سال عمر کرد. بر ابراهام درک کرد و بقیه مردان خدا و زنان ایمان این درک رو دارند که آسمانی هستند. پس باید اهداف آسمانی داشته باشیم. اهداف آسمانی ما در حضور خدا با رویاهایی هست که به ما داده میشه. و اونجا هستش که وقتی شما تاریخ انقضای اهداف همیشگی هست، مطمئن هستید که افسرده نمیشید، چون تمام خواسته های زمینی یه تاریخ انقضا تمام میشه. چی میخوای؟ اقامت رو میگیرید. هفته یه دیگه میگیم خدا رو شکر اقامت، ای بابای که همه میگیرن. ازدواج میکنی، سالهاست برای ازدواج میاد پیش شبانه دعا میکنی، ازدواج میکنی، چه خبر؟ ای همچی خبری هم نبوده. چی شد؟ بچه دار میشی، میگیم چه خبر؟ میگیم بابا تا صبح نمیتونم بخوابم. بدر گریه میکنی، همه هم به ما این را تجربه کردیم دیگه. میری دنبال کار، تحصیل، میرسی به اونجا، وقتی رسیدی میبینی واو چقدر پارتی بازیه. میگی بی خود درس خوندم، بی خود دنبال این کار اومدم، کاش میرفتم یه کار دیگه. خوشی من و شما
نهایتاً برای رسیدن به اهداف زمینیمون فقط 3 ماه. اگه اینا رو آپدیت نکنید فریز میکنید، دیگه نمیتونید ادامه بدید. اما اگر به در حضور خدا، خدا آپدیت میکنه براتون، اشکال تازه خواهد کرد و به شما نیز این برکت رو خواهد داد که چگونه زندگی کنید. در کتاب جامع 2:21-23 اعلام میکنه کسی که با زحمت فراوان و از روی عقل و دانش و مهارت مال و دارایی میاندوزد، سپس همه را برای استفاده کسی به جا میگذارد که هرگز برای آن زحمت نکشیده است. این نیز بیهوده و مصیبتی بزرگ است. انسان از این همه زحمت و مشقتی که میکشد چه چیز به دست میآورد؟ روزهایش با تشویش و نگرانی میگذرد و شبها آرامش ندارد. این نیز بیهوده است. من اسرائیل اعلام میکنه عشق به یک امپراتوری شبیه است که بس همیشه باید باشه امپراتوری بسیار همیشه باشه بگیه. عشق به یک امپراتوری شبیه است. اگر اندیشه‌ای که بر اساس آن به وجود آمده از میان برود، خود عشق نیز از میان خواهد رفت. پس فرزندان خدا با رویاهای آسمانی ادامه از حیات بدید. رویاهای آسمانیتون رو بگیرید. گذشته از تمام مواردی که متاسفانه باعث زخمی شدن احساسات ما خواهد شد، یک اندیشه دیگه این هست که باید به اون توجه کنیم و این هست که من باید میل به شفا داشته باشم. من باید مایل باشم شفا بدم. من در مسیر زندگیم باید در فکر این باشم تمام موقعیت های احساسی من که آسیب خورده و زخمی هست اون رو شفا بدم. بی تفاوت نمیدونم. اگر بی تفاوت باشم مسلماً به جایگاه درستی نخواهم رسید، حتی در بود خوشبختی زمینی که دربارش اینقدر صحبت میکنن. شاعر میگه همت عالی ز فلک بگذرد، مرد به همت ز ملک بگذرد. همت امروز روزی هستش که شما عزیزان اینجا هستید و عزیزانی که بیننده هستن بدونید چگونه با احساسات زخمیمون روبرو بشید. بریم با هم دیگه نویسنده مزمور 42 رو بشنویم لطفا. برای شما مقدور هست بخونید یا لامپا روشن کنید. مزمور 42 روی بروشوراتون نیست. آیا همه بروشور دارید؟ بله؟ خسته که نیستید؟ تا شب اینجایی. چلو کباب هم برای نوروز بامده در خدمتون هستید. بفرم. مزمور 42 چنان که آهو برای نهرهای آتش دیاب دارد، همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست. آمین. اگر چنین اشتیاقی در من هست ما آپدیت میشیم، توی محبت آپدیت میشیم، زخمات مرهم میخوره. مطمئن باش. بله، جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. چه وقت میتوانم به پیشگاه تو بیایم و تو را پرستش کنم؟ آمین. کلینگ مثل مانند شما عزیزان روز یک شنبه کار داشتید، برنامه ها داشتید، حتی شاید میتونست یک کنسرتی بگید، یه جای بگردید. برکت مسیح با شما باشه. کلام خدا میگه خداوند بی انصاف نیست، شما ها رو فراموش نمی کنید. مطمئن باشید. بله، روز و شب گریه می کنم و اشکهایم تنها خوراک من هستند. دشمنانم همواره از من می پرسند خدای تو کجاست؟ این احساس خسته است، این احساس زخمیه. ولی به جای اینکه حتی صدای امید بشنوه، صداهای منفی رو میشنوه که بهش دارن آسیب میزنن. بله، چون گذشته را به یاد میآورم قلبم میشکنم. چگونه مردم را در روزهای عید به خانه خدا رهبری میکردم و فریاد شادی برمیآوردیم و سرود شکرگزاری میخواندیم. چرا اینقدر افسردم؟ چرا اینقدر در مشکلاتم غرق شدم؟ چه بسا این سوال خیلی از ماها باشه که چرا احساس من زخمی شده؟ چرا نمیتونم آروم باشم؟ چرا مدام فکر من میره جاهایی که میخواد منو اذیت بکنه؟ بله؟ بر خدا امیدوار خواهم بود و یک بار دیگر او را هم خواهم بود. آمین. این دقیقا کاریه که شما کرد. آمین. یه دست برای خودتون بزنید، چون روح القدس رو اطاعت کردید، به خانه خدا آمدید، مانند
همین نویسنده که این گونه داره میگه در مزمور 34 17 الی 18 نیز اعلام میکنه چون صالحان فریاد برآوردند خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی های ایشان رهایی بخشید خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد برای همین گفتم یه دست برای خودتون بزنید چون این دست در اصل مال مسیح شده آمی. که اومده تایید کنید ما برای تو اومدیم بله و یک بار دیگر او را هم خواهم گفت آمین شاعری اعلام میکنه غمناکم و از کوی تو با غم نروم جز شاد و امیدوار رو خرم ندوم از درگه همچون تو کریمی هرگز نامی کسی نرفت و من هم نروم با این ایمان دریافت کنید روز شفا و سلامتی اگر روح زخمی دارید بله؟ خدای من و نجات دهنده من در این دیار غربت قلبم شکسته است بنابراین از سرزمین اردن و کوههای هرمون و مسقط او را به یاد می آورم و به تو می اندیشم امواج غم و اندوه از سر من گذشتند و طوفانهای غم احاطه‌ام کردند خداوندا به هنگام روز محبت بی پایان خود را شامل حال من بگردان چرا؟ چون نویسنده می دونه وقتی که ما احساسمون زخمی هست 100% به روح ما نیز آسیب خواهد زد همونطور 100% به جسم ما نیز آسیب خواهد زد در کتاب امثال 15-13 میخونیم دل شاد چهره را شاداب میسازد اما دل غمگین روح را افسرده میکند گویا که مانند دو دستی هستش که به سمت دو تا مچ مختلف داره هم روح را آسیب میزنه و هم به جسم آسیب میخوره بله؟ تا من هم شبانگاه سرود شوق‌گذاری تو را بخوانم و به درگاه تو که خدای حیات بخش من میباشی دعا کنم به خدا که تکیگاه من است میگویم مرا فراموش کرده ای؟ چرا به خاطر ظلم دشمنان پریشان باشم؟ سخنان توهین‌آمیز آنها مانند زخمی کشنده مرا آزار می دهد خیلی ممنون نویسنده متوجه شده با کسی داره صحبت می کنه که کاملا احساسات اون رو درک می کنه از این مورد هیچ کس غیر خدا نیست که احساس من رو درک کنه عذر می خوام ببخشید ما هممون همسرای خودمون رو دوست داریم اما می خوام بگم حتی همسران ما نمی توانند اون احساس زخمی ما رو درک کنند خواهشم حتما با همسرتون در میان بذارید اما اول برو پیش خدا به زمان احساس زخمیت مرهم بخوره با همسرت بد صحبت کنید چه بسا اگر اول به همش با همسرت صحبت کنید حتی اونو نیز آزرده و اونو نیز مریض کنید بله؟ همیشه میپرسند و خدای تو کجاست؟ چرا اینقدر افسردم؟ چرا اینقدر در مشکلاتم غرق شدم؟ بر خدا امیدوار خواهم بود آمین یک بار دیگر او را هم خواهم بود خدای من و نجات دهنده من آمین 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 حقاتون اعلام میکنه زندگی کوتاه‌تر از آن است که شما بخواهید وقت خودتان را صرف پریشانی بکنید از این رو هستش که پولس رسول در فیلیپیان 4:4 اعلام میکنه که به این ضرورت این ضرورت زندگی ماست میگه شاد باشید بازم میگم شاد باشید در ثروت شاد باشید درسته؟ در قدرت بله؟ در خداوند من فهم کتاب مقدس هم عوض کنم ها در خداوند در خداوند شاد باشید یعنی در حضور خدا هستش که زخم‌های من شفا پیدا میکنه و به جایگاه درست نیز خواهم رسید و باید بپذیرم اگر دردم رو و حتی اگر ضعفم رو که امروز احساس زخمی من هست نزد خدا ببرم خدا قادر خواهد بود که به ازای اون ضعف قوت خودش رو نمایان کنه آمین بریم با هم دیگه لطفا دوم قرنتیان 12:9-20 هم بخونیم اونو توی بروشوراتون عزیزان دارید و میدونیم که همه انسان ها به نوعی در غم هست بله متاسفانه آن ضرب و مثل یا شعر که تک کلام صحبت ما همیشه میتونه باشه این هست در این دنیا کسی اگر باشد یعنی آدم نباشد چرا اینو میگیم
چون که میدونیم که حقیقتاً نمیتونه کسی بدون غم باشه تو این دنیا. پس همه ما احتیاج داریم به حضور خدا بریم تا زخمای ما خوب بشه. بفهم خوش من مرا گفت بیس من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعفهای خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعفها و رسواییها و احتیاجات و زحمات و تنگیها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانم. آمین، هللویا، هللویا. به خاطر مسیح، نش به خاطر اون، به خاطر زحمت ما نیست. هوشیار باش. ظاهر زندگی خیلی یا شاید خیلی خوشایند و خوب است. شاید شما توی زمین خیلی رو به عنوان نمونه انتخاب کردید. حالا چه ایماندار چه بی ایمان. اما بدونید اونها احساساتی دارن که زخمی شده. انسان رو قلبو قرار نده. حتما ما باید بهترین باشیم. برید در حضور خدا خود مسیح رو برو قرار. آمین. تو یک مهمانی که جمعیتی بودن از دوستان، زنها متوجه شدن، نمونه خانمازو متوجه میشه، خانمها متوجه شدن یه خانومی هست چه احترام خاصی به همسرش میذاره و چه رابطه خوبی هستش. جمع شدن گفتن قصه چیه؟ اینا مربوط تو خانواده خیلی خوشبخت هستن. حالا من صدا کردم گفتم بیا اینجا نشستن صحبت کردن. گفتن ما داریم میبینیم چند سال شما با هم ازدواج کردید. گفت 30 ساله. واو 30 ساله. بعد دارم میبینم چه احترامی میذاری به همسر، چه همسرتو دوست داری. قضیه چیه؟ گفت واقعی برمیگرد به دوران ماه عسل. ما از اون موقع دوشاره خب ببین چی شد. گفت ماه عسل من با همسرم رفتم توی مزرعه و همسر منم دو تا اسب گرفت. گفت بریم با اسب دست سواری. وقتی که همسر من اسب سوار شد، اسب تکونی خورد و اون رو انداخت. وقتی که افتاد بهش گفت این اولین باره. بعد دقیقه دوم که سوار شد دوباره اسب خودش تکون داد، افتاد. گفت ببین این برای بار دوم. وقتی که بار سوم اون رو انداخت، اسلحه‌اش رو برداشت و اسب رو کشت. و من خیلی ناراحت شدم. گفتم این چه کاری تو کردی؟ چرا اسب رو انداختی؟ گفت این بار اول. حالا بقیه‌اش رو ما نمیتونیم عزیزان انسان ها رو نمونه بکنیم برای زندگیمون نسبت به آنچه که حقیقتا اگر میخواییم زخم های ما شفا پیدا کلام خداوند ما رو مدام تشویق میکنه که روش درست رو داشته باشیم. پولس رسول در فیلیپیان 2:1 به یک موضوعی اشاره میکنه. این سوالی هست که بهتر از همه ما از خودمون بکنه. اعلام آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ هر کسی به خودش بگه آیا حقیقتا عیسی مسیح شما رو میتونه دلگرم کنه؟ زندگی شما رو، رابطه های شما رو؟ و سوال دوم اینه آیا محبت و محرکه اصلی زندگی شما عیسی مسیح هست؟ اون محور اصلی زندگیتون هست؟ سوال بعدی آیا با روح القدس مصاحبت داری؟ وقت میدی رازمهان با خداوند داری یا فقط کلیسا؟ ماهی یه دفعه هر هفته و هیچ رابطه تو خونه با مسیح نداری، سر کارت نداری، در رفتن اومدن نداری؟ آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود داره؟ بخشش هست، محبت هست یا فقط توی کلیساست که به هم میرسیم بگیم هاللویا خدا رو شد وجود در وجود برادر خواهد توی خونه که میریم اخم و دابون و درد و دابون یا سر کار عصبی هستیم؟ نه موضوع کار دیگه تو محل کار دیگه نمیشه مسیحیت رو تو کار بود. کی گفته؟ مسیح با ما همه جا هست، محل کارمون هست، توی خونه ما هست، توی رابطه هامون هست، توی مهمونی هامون هست و باید مسیح رو ما معرفی کنیم. نمیتونیم مسیح رو فقط در یک جا قرارش بدیم. بریم با هم دیگه سری. خسته که نیستید؟ عزیزانی که خسته هستن خمیازه بکشن. بفرم بریم با هم رومیان برشون داره؟ اونا که برشونه هم دستا بره بالا. نامه رومیان 8:15-18 دلم نمیاد این کلام رو نخونیم. خواهشم برای شما از شما این هست برشون رو میدیم خدمتتون. اولا میتونید این دروس رو روی فیسبوک داشته باشیم و دو سه روز بعد هم روی یوتیوب هست. خواهش میکنم یوتیوب ما رو اشتراک بذاریم، عضو یوتیوب ما بشیم، به نام کشیش رسول هستش که برای شما موعظه ها رو بفرستیم. اما این برشون رو میدیم
که آنچه را که یاد میگیریم به فیض خدا که مفید باشه به دیگران بدیم و فقط یک موعظه نباشه. بله. زیرا آن روحی که خدا به شما داده است صدا رو داره در ایزان میکروفون شما را برده نمی سازد. میکروفون داره شما؟ صدا نرفته پس بیانو بازم ایشون همسر من میتونه دست بزن ولی اول به خودم میگم زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمیسازد و موجب ترس نمیشود بلکه آن روح شما را فرزندان خدا میگرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد میکنیم آمین ابا ای پدر. واو. در پیشگاه خدا فریاد و اون به ما محبت رو میآموزه، صبر و محبت رو به ما میآموزه. شده یه نفر هی محبت میکنی حالتو میگیره وقتی نظام بودی بود بعد دیگه میگی دیگه من محبت نمیکنم خسته شدم، اما وقتی در حضور خدا هستی پول خدا هست بازم محبتش میکنی، چون کلام خداوند در نامه فرد در کتاب غزل غزلها اعلام میکنه محبت از مرگ زور آورتره. محبت کن نتیجه شدی نترس مایوس نشد. دکتر بچه رو میکنه برادر بزرگترش میگه محبت یعنی چی؟ میگه محبت یعنی این که من هر روز صبح شکلات تو کیفم میذارم و تو میایی برمیداری و من دوباره فردا همین کار ادامه میدم. درک کردم، درکش میکنم. بله باشه. روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند که ما فرزندان خدا هستیم. آمین. و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث حقیقی او هستیم، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح. آمین. نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم شد. آمین. آمین. بله، وقتی که اجازه میدیم از روح خدا پر بشیم از حکمت روح پر بشیم. وقتی از حکمت خدا پر بشیم میدونیم چگونه نسبت به احساس زخمی خودمون عمل کنیم، حتی نسبت به دیگران میدونیم چگونه عمل کنیم که یک دلیلی بشه برای سلامتی ما، برای شفای ما دلیل بشه. در غیر این صورت تصور میکنیم بز میخوام انسان بدبختی هستیم، از بدبختی ها به بدبختی، از بدشانسی روی یک بدشانسی دیگه. تا حالا شده اینطوری بشه؟ تا حالا شده که سوار ماشین که میشی عجلم داری تمام چراغ قرمز میشه نمیدونی چه کار کنی؟ زندگی هم باید اینطوری هستش. اما اگر با خدا شروع کنی خدا سوار هواپیما میکنه تو را تو ماشین در میاره از اون بالای تمام چراغ قرمز را رد میکنه. این ایمان رو باید داشته باشه. شخصی میده توی یک بار یک گلاس مشروب سفارش میده، نمیدونم چی بوده، کی گفت چی بود؟ نظر نمیدونم. یه گلاس مشروب سفارش میده و میذاره روی میز. هی نگاه میکنه، میاد برداره بخوره دوباره نمیخوره. برمیده، اینو 7-8 دفعه تکرار میکنه و بعد افرادی که اون اطراف بودن تعجب میکنن. یکیشون بلند میشه که یه مزاح میکنه، شوخی کنه، میپره سری گلاس رو برمیداره میخوره. بعد اینم میزنه تو سر خودش میگه چرا این کارو کردی؟ من چقدر آدم بدبختی هستم که بابا یه گلاس الان بعد یه شیشه شو میخرم. میگه آخه مسئله این نیست، من خیلی بدبختم. میگه آخه بدبختی برای چیه؟ میگه امروز صبح که اخواب بلند شدم سر یه موضوعی با همسرم درگیر شدم و عجبم داشتم چون ساقرم گفته و بازرس میاد اگه نیاید به موقع اخراجت میکنه و به موقع درست. اومدم پایین دیدم ماشینم پنچر هستش، سوار تاکسی شدم، وقتی با تاکسی اومدم برم رسیدم دیدم کیف پولم رو نیاوردم، به طرف بودم طرفم با من درگیر شد، دوتامون به من زد گفت اینا کلک همیشگیه، ما میدونیم شما عمدن این کارو میکنید. وقتی رسیدم به محل کارم دیدم بازرس اونجا داره برگه اخراجی من امضا میکنه و من اخراج شدم. وقتی اومدم بیرون و وقتی اومدم خونه دیدم همسرم یه برگه گذاشته که من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، رفتم خونه پدر مادرم و میخوام ازت طلاق بگیرم و امروز روز خیلی بدی بود.
کردم، تصمیم گرفتم خودم رو بکشم. بالاخره رفتم یه زهری گرفتم و اومدم، یه بقیهش رو فهمیدم، من اومدم این گلاس مشروع رو گرفتم و ریختم توش، تو دل بودم بخورم نخورم تو برداشتی خوردی. پس خیلی باید هوشیار باشیم عزیزان، اگر تصمیم گرفتیم به خدا بسپاریم، خدا حامی ما هست، نقشه های انسانی داریم. به خدا بسپار که مظلومش با نقشه های انسانی کارت رو خراب تر کنیم. بریم با هم دیگه به نقطه دوم. هر دو نقطه داریم. میخواد چراغ رو روشن کنید لطفاً. سپاسگزارم که عزیزان خودکار رو دارید. بوشور اگر ندارید دستاتون بره بالا. چگونه میتوان با اصلی دوباره در زندگی و تمام مشکلات پیروز شد؟ این جزء درس گذشته بود. نقطه اول، در هر فکر خسته نیاز به استراحت در حضور خدا داره. حتما مسافرت هم برید، حتما تفریح هم برید عزیزان، اما باید در حضور خدا استراحت کرد. دارد تا آرامی یافته و با اصلی دوباره به هدف بیاندیشید. نکته دوم، به هر احساس زخمی، هر احساس زخمی نیاز به مرهم روح القدس دارد تا شفا یافته و با اصلی دوباره به حکمت عمل کند. چرا که میدونیم که روح القدس حکمت خدا هستش و به ما داده شده تا در این مسیر بتونیم راه های زندگیمون رو پیدا کنیم برای رفع مشکلات. همه ما با یوسف آشنا هستیم، حالا به عنوان یوسف و پادشاه میگن، در کتاب پیدایش هست. یوسف زمانی که در کتاب پیدایش باب 45 از 1 تا 5، وقت نیست نمیخوام اذیت کنم، بخونیم. اگر توجه کنید اونجا وقتی که برادرانش رو میبینه با کینه و نفرت با برادرانش رو روبرو میشه، اتفاقا میگه من پر از احساسات هستم نسبت به برادرم، من خواهر و برادرانم دوست دارم، من خانوادم دوست دارم، و به برادرش میگه بیان. وقتی برادران میان برادران میترسن وقتی میگه من یوسف هستم، و اون رو میخوره برادرها، میگه هرچند شما مرا به چاه انداختید، اما این رو بدونید که خدا از عمل بد شما به نیکویی اون رو تبدیل کرده تا برای شما و قوم اسرائیل نیز خوب باشه. ما میتونیم چنین تدبیر داشته باشیم مطابق رومیان 8:28 که مشکلات و سختی ها نیز میتوانند برای ما به خیریت تبدیل بشه. آمین. و علتش این هستش که زمانی که ما از روح خدا پر میشیم چنین برکتی رو خواهیم گرفت. در پیدایش 41:38 فرعون که نه مرد خدا بود و نه خدا رو میشناسه اینگونه میگه، پس فرعون به آنها گفت در آره یوسف، ما هرگز کسی را بهتر از یوسف پیدا نخواهیم کرد. چرا؟ چون او مردی هست که روح خدا در اوست. امروز من و شما به عنوان فرزندان خدا تعمید گرفتیم، کلام میخونیم، دعا میکنیم، اما میباید مطابق نامه افسسیان 5:18 از روح القدس باشه. میگه مست شراب نشه، مست دنیا نشه، از روح خدا وقتی که پر بشید حکمت خداوند نیز در شما عمل خواهد کرد برای شفای درد ها. لطفا آخرین آیه هم داشته باشید. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موقع یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آزوده ندهد و گله ها از آبول منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خویش وشت خواهم بود. آمین که این نویسنده به توسط روح خدا داره این رو اعلام میکنه و نیز شاعر میگه یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج برادران و خویشان نشوم. نه اینکه برادران و خواهران خوب نیست، چقدر خوبه که ما همدیگر رو دستگیری کنیم، اما اولین احتیاج ما به خدا باشه. یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج برادران و خویشان نشوم، بی منت خود مرا روزی ده تا از در تو بر در ایشان نشوم، غیر از تو رو به کسی دیگه نه. امروز یک کلام برای ما باز شده به عنوان مرهم حقیقی که خود خدا میتونه باشه. بهترین وقت برای شما همین هست.
که این شفا رو داره.